سلام میکنم به همه دوستای خوبم. من رضا هستم. به کلاس درس خوش اومدید. موضوع جلسه امروزمون آشنایی با مقاطع مخروطی هستش. خب 4 دسته از اشکال هندسی هستند که به اونها مقاطع مخروطی گفته میشه. اولین دسته که حتما همتون باش آشنایی دارید دایره هستش. دومین دسته از اشکال هندسی که جزء مقاطع مخروطیه چیه؟ بیزی. خب سومین دسته از مقاطع مخروطی ما که باشون آشنا خواهیم شد سهمی هستش و بالاخره 4مین دسته از مقاطع مخروطی حضلولی هستش. خب میدونم که شاید خیلیاتون با تعریف کلی این اشکال هندسی آشنایی داشته باشید، اما فقط برای اینکه برای هممون یه یادآوری بشه من خیلی سریع شکل هر کدوم از اینا رو براتون میکشم. خب دایره چه شکلی هستش؟ قطعا همتون میدونید یک همچین شکلی داره دایره. تعریف هندسی دایره مکان هندسی نقاطی هستش که فاصله شون از یک نقطه که بهش مرکز دایره میگیم مقدار ثابتیه که اون رو با آر نشون میدیم. خب بیزی چه شکلی هستش؟ بیزی خیلی شبیه دایره است. در حقیقت شبیه یک دایره میمونه که در یک جهت اونو کشیدیم. مثلا این یک بیزی افقی و این یک بیزی عمودی هستش. خب بریم سراغ سهمی. سهمی چه شکلیه؟ برای اینکه سهمی رو بتونم بهتون نشون بدم اول سعی میکنم محورهای X و Y رو با رنگ آبی روی شکل براتون بکشم و حالا با رنگ قرمز یک سهمی براتون میکشم. سهمی خیلی شبیه به حرف U انگلیسی هستش، یعنی یک همچین شکلی داره. البته سهمی لازم نیست که حتما به سمت بالا باز بشه، بلکه سهمی میتونه به سمت پایین باشه یا حتی به سمت راست یا چپ باز بشه. خب حضلولی چه شکلی هستش؟ برای اینکه حضلولی رو هم ببینیم مجددا من محورهای X و Y رو بذارید با رنگ آبی براتون بکشم. محور X و این هم محور Y. برای اینکه حضلولی رو بتونیم ببینیم احتیاج به 2 خط کمکی دیگه هم داریم که اصطلاحا به اونها مجانبهای حضلولی گفته میشه که من اینجا با رنگ سبز براتون میکشمشون. خب برای اینکه ببینیم مجانب چی هستش اجازه بدید من اول شکل حضلولی رو براتون بکشم. حضلولی شکلش 2 بخش داره. این یک شاخه حضلولی و این هم شاخه دومشه. خب همونطور که میبینید هر چقدر که ما روی محور X به سمت مثبت بی نهایت یا به سمت منفی بی نهایت نزدیک بشیم 2 شاخه حضلولی ما به خطهایی که مجانبش هستن نزدیک و نزدیکتر میشه و البته هیچ وقت اونها رو قطع نمی کنه. حضلولی هم مثل بقیه اشکال هندسی لازم نیست که به صورت افقی باشه، بلکه ما میتونیم حضلولی عمودی که 2 شاخش به سمت بالا و پایین باز میشن داشته باشیم. خب حالا که شکل کلی این مقاطع مخروطی رو دیدیم بیاید با هم دیگه ببینیم که اصلا رابطه اینها با مخروط چی هستش و چرا به اونها مقاطع مخروطی میگیم. خب میریم سراغ یه صفحه جدید و من سعی میکنم اینجا اول براتون شکل یک مخروط رو بکشم. مخروط تعریف دقیق هندسیش حجمیه که از دوران یک خط با خط دیگه‌ای که با اون متقاطع هستش حاصل میشه. دوران یک خط حول خط دیگه‌ای که با اون متقاطع هستش و به خط ثابت محور مخروط و به خطی که حول اون دوران پیدا کرده مولد مخروط میگیم. خب من اینجا محور مخروط رو با خط چین سبز رنگ براتون نشون میدم. این محور مخروط هستش و این خطی که اینجا داریم مولد مخروط هستش که از دوران اون حول محور مخروط ما حاصل شده. خب حالا فرض کنید که ما یک صفحه‌ای داریم که بر محور مخروط ما عمود هستش. من اینجا این صفحه رو با رنگ قرمز سعی میکنم براتون بکشم. خب صفحه‌ای که بر محور مخروط ما عمود هستش، یک همچین صفحه‌ای. خب حالا فرض کنید که این صفحه با مخروط ما تقاطع پیدا کرده. مقطع این تقاطع یک همچین شکلی خواهد بود.
حالا اگر ما از بالا به صفحه قرمز رنگمون نگاه بکنیم چی میبینیم؟ شکلی که میبینیم همون دایره هستش. یعنی این اگر نما از بالای صفحه قرمز رنگ باشه ما یک همچین دایره ای رو میبینیم که این محل تقاطع صفحه‌ای هستش که عمود بر محور مخروط با مخروط ما. خب حالا بیاید ما شروع کنیم صفحه‌مون رو یک کمی بهش زاویه بدیم تا دیگه بر محور مخروط ما عمود نباشه. خب صفحه زاویه دار رو من اینجا با رنگ آبی براتون میکشم. این از صفحه زاویه دار ما با مخروط. خوبه؟ خب حالا به من بگید که مقطع تقاطع این صفحه با مخروط ما چه شکلی هستش؟ یه راهنمایی یک همچین شکلیه. خب این شبیه چی هستش؟ بیزی، درسته؟ این شبیه به بیزی هستش، یعنی ما یک همچین شکلی میگیریم. اگر به صورت عمود به صفحه آبی رنگ به اون نگاه بکنیم، یعنی از همچین زاویه ای. خب ما اینجا صفحه‌مون رو جوری چرخوندیم که این نقطه که اولین نقطه تقاطع صفحه با مخروطمون هست ثابت مونده، از صفحه قرمز به صفحه آبی رنگ. میبینید که دایره ما در این جهت کشیده شده و به یک بیزی تبدیل شده. خب حالا بیاید صفحه‌مون رو بیشتر بچرخونیم جوری که به جایی برسیم که صفحه‌مون با مولد مخروطمون موازی بشه، یعنی یک همچین صفحه‌ای داشته باشیم که من سعی میکنم با رنگ زرد براتون بکشم. یه خورده موازی کشیدن اینجا سخته اما من سعیم رو میکنم. خب بعدم نشد. این صفحه زرد رنگ الان صفحه‌ایه که همونطور که میبینید با دیواره مخروط ما یا با مولدش موازی هستش. خب حالا تقاطع این صفحه با مخروط ما چه شکلی بهمون میده؟ کسی حدسی داره؟ راهنمایی میکنم همچین شکلی هستش. این یک برش و این هم این یکی طرفش. خب حالا ما اگر از زاویه‌ای که عمود بر صفحه زرد رنگ از بالا بهش نگاه بکنیم چه شکلی رو میبینیم؟ سهمی، درسته؟ یک همچین شکلی رو میبینیم. خب اینجا یه چیز خیلی جالبی ما فهمیدیم. همینطور که از صفحه قرمز رنگ شروع کردیم و شروع کردیم به دوران دادن صفحمون، اول دایره ما کشیده شد و به یک بیزی تبدیل شد و بعد جایی که صفحه موازی میشه با دیواره مخروط، بیزی در حقیقت از این انتها باز میشه و به یک سهمی تبدیل میشه. خب حالا بیایید به صفحمون بیشتر زاویه بدیم یا بیشتر به چرخونیمش جوری که هر دو بخش مخروط رو قطع بکنه، یعنی یک همچین صفحه‌ای داشته باشیم. یک کمی کشیدنش سخته ولی باز من سعیمو میکنم. یک همچین صفحه‌ای داشته باشیم. با رنگ بنفش دارم میکشم یکی رو. خب این صفحه‌ایه که هر دو بخش سهمی ما رو قطع کرده. حالا به من بگید که محل تقاطع این صفحه با مخروط چی هستش؟ این یک بخششه و این هم بخش بالاییشه. پس چه شکلی داریم؟ اگر از بالا به صفحه بنفش رنگ نگاه بکنیم یک حضلولی داریم، درسته؟ این یک شاخه حضلولیمون و شاخه بالاییش از تقاطع صفحه با بخش بالای مخروط ما به دست میاد. خب میدونم که شکلمون خیلی شلوغ شد اما یه دور بیایید سریع با همدیگه مرور بکنیم که این اشکال هندسی که مقاطع مختلف مخروطی هستن چطور به دست میان. برای اینکه با همدیگه اینو ببینیم من خیلی سریع یه شکل تمیزتر میارم تا با همدیگه نگاش بکنیم و یه مروری بکنیم روی اینا. خب اینم از یه شکل خیلی تر تمیزتر که من توی اینترنت پیدا کردم. خب بیاید از سمت راست شروع بکنیم و به خودمون یادآوری بکنیم. توی سمت راست چی داریم؟ محل تقاطع یا مقطع صفحه‌ای که هر دو بخش یک مخروط رو قطع کرده. پس مقطعی که حاصل میشه اسمش چی هستش؟ حضلولی. حضلولی، آفرین. خب حالا توی شکل وسطی چی داریم؟ اول محل تقاطع صفحه‌ای که با محور مخروطمون زاویه 90 درجه می‌سازه.
چه مقطعی بهمون میده؟ دایره. آفرین. خب این پایین چی داریم؟ صفحه‌ای داریم که زاویه داره با محور اصلی مخروطمون. تقاطعش با مخروط به ما چی میده؟ بیزی. آفرین. خب و نهایتا اینجا یک صفحه موازی داریم با دیواره مخروطمون. پس سطح مقطعی که میگیریم چی هستش؟ بلند بگید. سهمی. آفرین. خب ما تو این جلسه تعریف کلی مقاطع مخروطی رو دیدیم. توی جلسه های بعدی وارد جزئیات هر کدوم از اونا میشیم و روابط ریاضی مربوط بهشون رو میبینیم. تو کلاس درس بعدی میبینمتون. خداحافظ.